دیگه دیرتر. نه دیر ماه هفته نیم گفتیم، بعضی سر کارن نمیتونن زودتر بیا. حسن من و شما که زود میایم اینه که ما بیکاریم. خیلی خوب، باز دوباره اشاره میکنم، بیشتر اطلاعاتی که من تو این کلاس با شما در میان گذاشتم The Science of Superstition هست. این کتاب رو میتونید از amazon.com بخرید. بعد بیشتر تحقیق کرده رو سوپر سنس و اینکه why we believe in unbelievable، بیشتر تاکیدش اینه. چطوره که ما به مسائلی که قابل باور نیستن باور پیدا میکنیم؟ مبحثی رو که اون روز رها کردیم، یعنی هفته قبل از فورت آف جولای رها کردیم و قرار شد امروز پی بگیریم، مسئله رابطه خرافات با روانشناسی و روانپزشکی. آیا شما فکر میکنید خرافات با روانشناسی یا روانپزشکی رابطه داره یا نه؟ به عبارت دیگه آیا روانشناس و روانپزشک باید علاقمند باشن یا میتوانن یا حق دارن رو مبحث خرافات گفتگو کنن یا نه؟ خب اگه گفتین بله پشتش من میپرسم چراها، چون چراها رو باید بتونی جواب بدی. کیا گفتن بله؟ خب اینا که گفتن بله، حالا خود توضیح بدن تو سرشون چی گذشت که گفتن بله. برای اینکه اصل فکر آدم ها وسیلیاری به چی فکر میکنن، آیا اومدن خرافاتی هست یا نه، یعنی اون ریشه بلیوه به چی هست. برای این روانشناس باید بینه داری اطلاع داشت تو شده مسائل، نه اینکه خودش بلیو داشته باشه، بلکه مطلع باشه که بتونه با تو صحبت کنه، کنکت بشه و بتونه برای اکسپلین بکنه. یعنی باید ببینه که چرا افراد خرافاتی میشه. اوکی؟ دیگه؟ نظری دیگه؟ خب، حالا ما برمیگردیم به آمار استاتیستیک. در آمریکا دقت کنید تفاوت. در آمریکا 19% کسانی که به روانشناس و روانپزشک مراجعه میکنن یا قبلش یا در طول درمان که به روانشناس مراجعه میکنن به فالگیر یا جادوگر مراجعه کرد. در آمریکا 19%. در ایران هم یه آماری گرفتن رو این مسئله. حدس میزنید این آمار چیه؟ 75%. خیلی. در ایران 16%. کسانی که به روانپزشک و روانشناس مراجعه میکنن قبلا به فالگیر و رمال مراجعه کردن. اما علت پایین بودن این آمار شاید اینه که اونایی که به رمال و فالگیر مراجعه کردن خوب شدن، دیگه اصلا به روانشناس نرسیدن. بله. برای که فالگیر رو رمال رو الان میگیرن در ایران، قبلا مثلا شما فال قهوه آزاد، بله، ولی الان کسانی که فال قهوه میگیرن، چون من از ایران اومدم، بله بله، میگیرن. خب اون وقت چطوری پس میرن پیشش؟ خیلی کم، یعنی اصلا کم شده، یعنی شما فالگیر کم شده، رمال کم شده، همه اینا کم شده دیگه. رمالا و فالگیرا همه وزیر شدن، رئیس جمهور شدن. این شغل با درآمدتری بوده. حالا چرا 15 دلار بگی 15 تومن بگیره فنجون بخونه؟ وا. خب حالا پس بنابراین 16% بیماران روحی که به روانشناس و روانپزشک مراجعه میکنن در ایران طبق آمار به روال، رمال یا فالگیر مراجعه کردن، در آمریکا این عدد 19% هست.
و نکته دیگه ای که سبب میشه که روانشناس به خرافات توجه داشته باشه این هست که به خصوص سه تا عنصر شما در نظر بگیرید: توهم، دلوژن، هذیان و وسواس و ریچوالش یا مناسک وسواس. اینا هم در یه آدم خرافی و هم در یه آدم بیمار نوروتیک یا سایکوتیک دیده میشه. حالا بررسی میکنیم که چرا اینو میگیم. ببین، هذیان و توهم بسیار شبیه خرافاته، تا اونجایی که شاید ما بتونیم بگیم خرافات یک هذیان و توهم گروهی و جمعیه که چون در بستر فرهنگ به وسیله بیش از یک نفر پذیرفته شده، در شخص حتی به صورت امر غیر عادی تلقی نمیشه. خب، یعنی شما برای اینکه حس کنین چشمتون زدن، یا برای اینکه حس کنین که اگه مالتون گم شده برین به رمال بگین، میگن کرمونیا یه مثال دارن، میگن هرچی از دوز مونده رمال ببره، برین تو آینه بخواین نگاه کنین ببینید، باز دوباره یادتون باشه کار من اینجایی نیست که بگم دیدن تو آینه یا ندیدن. حالا نکته‌ای که جالبه بگید، این داکیومنتده. پلیس لس آنجلس، یادم نیست پارسال یا پیارسال، اعلام کرد که یه آدمی گم شده بوده تو تلویزیون، یه آدمی گم شده بوده که هر جا گشتن اون رو پیدا نکرد. بعد به اداره پلیس اطلاع داده بودن که یه کسی هست که ویژن داره و میبینه. این آقا رو آوردن اداره پلیس و این آدم تو اداره پلیس اطلاعات اون مرد رو بهش دادن، عکسش و اطلاعات و مثل لباسش رو یه همچی چیزی بهش دادن. گفته 48 ساعت به من فرصت دادی. 48 ساعت بهش فرصت دادن. بعد از 48 ساعت اومده گفته که این آدم در اینجا نیست، در ایالت شیکاگوه و در یک خونه در این آدرس و در یه جای این خونه تو دیوارا پنهانه جسدش. بله. و پلیس، این تو تلویزیون لس آنجلس اینو پلیس گزارش میده و پلیس میگه رفتن و این رو پیدا کرد. خب حالا اگر یه همچین سوپرنچرال پاوری دیده شده که پلیس گزارش میکنه، به من روانشناس اصلا ربطی نداره که رو این حرف بزنم که وجود داره یا وجود نداره. کار من اینه که بگم آیا همه چیزهایی که ذهن ما رو به اسم خرافات پر میکنه همش معتبره یا نه، و چه تشابهی داره و از کجا به افکار بیمارگون نزدیک میشه. و الا همه شما هم شنیدین و همه شما هم دیدین یه پدیده هایی رو که نمیدونم یه کسی از تو اون اتاق به شما میگه که یه عددی رو بنویس، بعد اون اتاق. راستی یه چیز بهتون بگم، روی تلفناتون یک اپی اومده که حالا من نگاه میکنم بهتون میگم، مثل 20 سوالی با شما سوال، اگه کسی میدونه بگه اعلام کنه. من پریشب باهاش بازی کردیم، با پسر دختر ما، از من پرسید، گفت یه چیزی رو تو ذهنت، یه کسی رو تو ذهنت مجسم کن. من برتراند راسل رو مجسم کردم. بعد 23 تا از من سوال کرد که این آدم ایرانی نه، این آدم اروپایی، آمریکایی نه اروپایی، آره، بعد معروف